سلام به همه دوستان و همراهان. دوشنبه 11 اردیبهشت 1402، اول ماه می 2023، روز جهانی کارگر هست. درود میفرستم به کارگران شجاع، شریف و صبور ایرانی که علارغم همه مشکلات مالی که دارند، علارغم گرفتاری هایی که دارند، حضور در انقلاب سراسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو فراموش نکردن و از حد اکثر توان خودشون استفاده میکنن، ضمن تلاش برای احقاق حقوق خودشون و خانواده هاشون. آتش انقلاب رو در دل ایرانیان زنده و گرم نگه دارن. یک اتفاق دو سه روز پیش افتاده، 32 نفر از نمایندگان کنیست در اسرائیل نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه اسرائیل نوشتن و درخواست کردن که از استقلال آذربایجان جنوبی و حقوق ضایع شده مردم آذربایجان جنوبی دفاع کنند، که منظورشون آذربایجان ایرانه. اگر روزی قرار باشه کاری انجام بشه، غالبا بایستی کل آذربایجان که از ایران جدا شده برگرده، نه اینکه کسانی بزرگتر از دهانشون حرف بزنن و خواستار جدایی آذربایجان ایران بشن. خب به نظر من شاید یه مقدار طبیعی بود که بعد از سفر آقای پهلوی به اسرائیل اتفاقاتی بیفته. من که تعجب نکردم، به دلیل اینکه همچنان معتقدم اسرائیل به نفعشه که جمهوری اسلامی بماند و راه ماندن جمهوری اسلامی اینه که تمام اپوزیسیون جمهوری اسلامی بدنام بشن یا ناکارآمد بشن، یا از نظر مردم اعتبارشون زیر سوال بره، ملیتشون، ملیگراییشون، ایران دوستیشون، وطن پرستیشون زیر سوال بره. به همین جهت بلا فاصله بعد از سفر شاه حسین رضا پهلوی به اسرائیل، که حالا من در مورد اون سفر بحث خاصی فعلا ندارم، این اتفاق افتاده. من از چند بود میخوام صحبت بکنم. قبل از هر چیز به شدت گله میکنم از موضع ضعیف شاه حسین رضا پهلوی در این مورد. من ضمن اینکه همچنان احترام به ایشون میگذارم و همچنان ایشون رو یک سرمایه برای امروز و فردا ایران میدونم، معتقدم که ایشون حتما بایستی در مشاورینشون تجدید نظر بکنن و در روش هاشون. موضع بسیار ضعیف، بسیار ضعیف ایشون در برابر این درشتگویی و زیاده خواهی اسرائیلی ها واقعا باعث تأسف و تعجبه. خب همطور که در توییتم اشاره کردم، خیلی باعث تعجبم بود که در چنین زمانی که همیانانمون متحد هستن و در رابطه با آینده کشورشون یک صدا از چهار گوشه هم که صحبت میکنن، برخی نمایندگان چنین موضعی گرفتن که در واقع یه موضع شکاف‌انداز و تقسیم کننده هستش. همطور که میدونید، برای من تمامیت ارضی ایران یه مسئله کلیدیست و خط قرمز من، و به هر حال در واقع میخواستم اعتراضی کرده باشم به این نامه و بگم همچین حرفایی چیزیست که اکثریت مردم ایران به هر حال شکل منفی به نگاه خواهند کرد، و امیدوار هستم که یه مقدار در این مورد شفافسازی بشه که دقیقا چی بوده و دلیل این نامه شد. تشکر. اگر دوستان یادشون باشه، من در نامه‌ای که نوشتم به عنوان وکالت برای شاه حسین رضا پهلوی، اشاره کردم به این که وقتی مردم به چهره شاه حسین نگاه میکنن، یاد رفتار همراه با اقتدار پدرشون میفتن در برابر دشمنان خارجی، در برابر بعضی از سبک انگاری های ایران توسط بعضی از خبرنگاران و مقامات خارجی، که چطور شاه فقید ایران محکم میایستاد و تو دهنی بهشون میزد. خب اینو در اون وکالتنامه اشاره کردم و این توقع هم هست که میراثدار اون فرد و نواده رضا شاه بزرگ که نامش لرزه بر تن دشمنان ایران مینداخته، یه مقداری جدیتر برخورد میکرد. بسیار ضعیف بود، چون حتی دوستان گوش کردن موضع رو، این که شفاف سازی بکنن، شفاف سازی نداره، یک حرف زیادی زدن، یک شکر زیادی خوردن و بایستی توسط کسی که بخش قابل توجهی، نمیگم اکثریت، ولی بخش قابل توجهی از ایرانیان چشم بهش بستن، واسه تو دهنی محکم به اونها میزد. این اصلا من بدون رو درواسی ناچارم رو بگم، توییت ایشون هم توییت خیلی قوی نبود، ولی به هر حال به نظرم توییت خیلی
منطقی تر و ملی گرایانه تر از این موضع گیری بود که انجام شد. این یه بعد قصه است که حتما باید بگیم و اینکه به خصوص چاسر باید توجه داشته باشن که یکی از اهداف این کار میتونه اتفاقا ضربه زدن به ایشون باشه. ضربه زدن با ایشون که به نمایندگی از ملت ایران رفته اونجا و اعلام کرده که به نمایندگی از بخش از ملت ایران حداقل رفته اونجا گفته ما با اسرائیلی ها دشمنی نداریم. عملا میخوان یک کاری کنن که حتی بسیاری از مردم ایران هم که نسبت به اسرائیل موضعی ندارن با این کار اسرائیل رو دشمن خودشون تلقی کنن، در حالی که این یک سوم نمایندگان کنیست بودن و اتفاقا کسانی هستن که در جناح مخالف نتانیاهو هستن. برای من جالبه که تا دیروز تمام کسانی که مخالف شاه رضا پهلوی هستن میگفتن که ایشون چرا در شرایطی که نتانیاهو به عنوان ضعیف‌ترین نخست وزیر اسرائیل بر سر قدرت هست رفته باهاش ملاقات کرده، حالا کاری که مخالفان نتانیاهو کردن هم میندازن گردن نتانیاهو و ارتباطش میدن به سفر شاه رضا به اسرائیل. بازم میگم این حرف من به هیچ وجه نافی حرف اول خودم نیست، من به شدت گله‌مندم از شاه رضا و انتقاد شدید بهشون دارم و امیدوارم که طرفداران ایشون هم تعصب رو به خرج کنار بگذارن، چون خود آقای پهلوی شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتن و ایشون نمیگفتن واقعیت وجود داشت که ما ایران رو برای کسی نمیخوایم، همه رو برای ایران میخوایم، شاهزاده رو برای ایران میخوایم و اگر قرار باشه که به ایران کوچکترین خدشه وارد چند تا که خودشون بارها گفتن به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اما من از یک طرف میخوام یک تشکر ویژه از این 32 نماینده از این 32 عضو کنیست بکنم. مجددا دست خیلی ها رو کرد. ببینید کسانی که خیلی ادعاشون میشد، به ویژه من گروه 8 منهای 4 رو میگم که دیروز دیدم یکی از اون بی‌منطق ترین چماغدارش رو فرستادن جلو که فحاشی کنه به شاهزاده رضا پهلوی که چرا ایشون در موضوع اسرائیل موضع ضعیف گرفته، اما نمیپرسه که اعضای گروه 8 منهای 4 چه کردن. آقای حامد اسماعیلیون چه کرد؟ آقای حامد اسماعیلیون که حاضر نبود با خبرنگار اسرائیلی مصاحبه کنه برای اینکه بعضی از دوستانش دلخور نشن، چرا در برابر این درشتگویی و زیاده خواهی اسرائیلی‌ها سکوت کرده؟ آیا مصاحبه با ایران اینترنشنال و جایگی در مورد تجمع لندن مهمتر از اینه؟ بحث لندن بحث بسیار مهمی، همه داریم پیگیری میکنیم، اما 32 عضو کنیست اسرائیل تمامیت ارضی ما رو زیر سوال بردن و از آقای حامد اسماعیلیون صدای بلند نشده و از خانم مسیح النجات صدای بلند نشده، از خانم شیرین عبادی، از خانم نازنین بنیادی و از آقای مهتدی. از آقای مهتدی غالبا توقعی نیست، دلیلش رو هم میشه فهمید، یعنی اگر خانم علی نژاد الان بخواد بیاد در مورد این موضوع صحبت کنه یه دمیگن خیلی خوب پس موضع در مورد بعضی از افرادی که موضع در مورد برنارد لوی چیه و ایشون حتما براش سخت جواب دادن. آقای اسماعیلی باید جواب بده. خانم شیرین عبادی به معنی که حقوقدان ایرانی چطور میتونه خودشو قانع کنه که سکوت برگزار کنه، با سکوت از کنار موضوع بگذره. گروه 8 منهای 4 الان وقتش نبود یک بیانیه میدادن، بیانیه چطور در مورد جدا شدن آقای اسماعیلیون بلا فاصله خودشون موظف تونستن بیانیه بدن، اما در مورد یک موضوع به این اهمیت بیانیه نمیدن. اون وقت یک چماقدار وابسته به بعضی از این اعضای گروه 8 منهای 4 میاد هر چی فحاشی میخواد میکنه. ای کاش اون چماقدار یک جو غیرت داشت و به این ولی نعمت‌های خودش هم اعتراضی میکرد، به خانم علی نژاد، به آقای اسماعیلیون، به خانم بنیادی و دیگران. ببینید به این جهت من میگم تشکر ویژه میکنم از این 32 عضو کنیست اسرائیل که باعث شدن دست خیلی ها رو بشه، باعث شدن که مشخص شه بعضی از افراد حتی اگر دم از ملی‌گرایی میزنن این دکانه، این تجارت، بیزینس، کسب و کاره، اعتقادی ندارن. اگه اعتقاد داشتن بسیار خوب، من هم الان دارم به شاهزاده رضا پهلوی انتقاد میکنم، ولی کسی که میاد فحاشی میکنه به شاهزاده رضا پهلوی بابت همین قصه چرا غیرت نداره یک کلمه از اون معشوق و محبوبهای خودش در گروه 8 منهای 4 سوال کنه؟ چرا اونها موضع گیری نکردن؟ حالا شاهزاده رضا پهلوی حداقل یک توییت زده و یک اظهار نظر کرده که از نظر من بسیار ضعیفه. منم که میگم ضعیفه، من در تراز محمد رضا شاه و رضا شاه این حرفو میزنم. عرض کردم در وکالتی که من به شاهزاده رضا پهلوی دادم در اونجا گفتم عده‌ای در شما چهره بعضی از ضعف‌ها رو می‌بینن و من در شما چهره پدر و پدر بزرگت رو می‌بینم که آنچنان قوی می‌ایستاد از تمامیت ارضی ایران، از حقوق ملت ایران، از آینده ایران دفاع می‌کرد و اون انتساب خانوادگی، اون نوستالژی که نسبت به خاندان پهلوی وجود داره، توقعات مربالا که اگر اون هم نبود
که باز هم میگم موضعش حاضر رضا پهلوی بسیار ضعیف بود. من بسیار متاسفم، امیدوارم ایشون جبران کنن و البته امیدوارم کسانی هم که سکوت کردن در این مورد قدری به خودشون بیاد. اگر منافعشون اجازه میده، دیدم اون چماقدار گروه هشتمنهای چهار داشت یا حداقل چماقداری که دو از اعضا بحث فاند و اینا مطرح میکرد، خب منم حق دارم شک کنم که چرا این اعضا انتقادی به اسرائیل نکردن. البته میگم کسی که مهمترین ملاقات های سیاسیش رو برنارد لوی طراحی کرده و حمایت کرده خیلی نمیتونه از تجزیه طلب های اسرائیلی گله بکنه. مشخص من واقعا تردید دارم که موضع این 32 نفر خیلی ضد ایران تر از موضع برنارد لوی باشه. بعید میدونم موضع تجزیه طلبانه این 32 نفر خیلی در واقع خطرناک تر از موضع تجزیه طلبانه برنارد لوی باشه. ولی به هر حال امیدوارم که هم شاهزاده رضا پهلوی، من از ایشون توقع دارم، اون افراد رو پیشاپیش میتونستم مطمئن باشم که کاری نخواهند کرد، اگه میخواستن تا حالا انجام میدادن. به خصوص وقتی میبینن که چماقدارشون داره میاد فحاشی میکنه و حمله میکنه، حداقلش این بود که بیان اونها هم یه موضع بگیرن که لااقل فحاشی های چماقدارشون به دلها بچسبه و بنشینه. به هر حال من به شدت تأکید میکنم و انتظار دارم و مطمئنم بسیاری از هموطنان من اهم از طرفدار شاهزاده رضا پهلوی یا مخالفشون توقع دارن ایشون به عنوان میراثدار و با بازمانده خانواده‌ای که در طول عمرشون رضا شاه، محمد رضا شاه ثابت کردن که تمامیت ارضی ایران، اعتبار جهانی ایران چقدر مهمه، مردم توقع دارن، حتی میگم کسانی که شاید مخالف خود شاهزاده رضا پهلوی باشن توقع دارن ایشون به عنوان چهره‌ای که امروز حرفش در دنیا شنیده میشه، حرفش در بین اپوزیسیون شنیده میشه، فریاد بلندتر که این اصلا به نظر من موضعشون اصلا فریاد نبود، یک فریاد و فریاد بلند باید بر سر اون 32 عضو بزنن. اگرچه عرض میکنم من به شخصه از اون 32 عضو یک تشکر ویژه دارم به خاطری که باعث شد که دست خیلی دوباره رو بشه و البته باعث شد که یک هشداری هم ما به شاهزاده رضا پهلوی بدیم. به نظر من ما این رو نیاز داشتیم. شاید هیچ در ماهای اخیر علارغم نکاتی که وجود داشت هیچ چیزی به این وضوح باعث نمیشد من به خودم اجازه بدم یک همچین انتقاد شدیدی بکنم و کماکان میگم، با تأکید هم میگم، معتقدم شاهزاده بایستی در مورد مشاورینشون و منابع خبرشون تجدید نظر بکنن. موفق باشید.